و بسیار خوشی و مستی کار کنن. با امید کامیابی های اشتی پیشترتون خب رسانده نتونستم دیگه پیشمان و کامیسیم. خب بیننده از نیک محمد جوب در مرحله اول با ما خداحافظی کنه از برنامه انتخاب شدیم. بریم طرف مرحله دوم، سه آشپز با ماست در مرحله دوم در مدت 30 دقیقه رقابت میکنه با هم که غذای اصلی رو یا مندش آماده بسازن. حضور میابتونه در ظرف 30 دقیقه غذا را آماده بسازن و پیشکش دوره کنن. نیک مثل دو آشپز با اوری آشپز جاوید و آشپز نیک محمد وری نتونم برای مثلا جاوید جان برای یک داور مونده است غذا پیشکش کنه. نیک محمد جان برای دو داور مونده است که امنی پیشکش کنه. مرحله دوم شما آماده هستین بخیر بریم طرف مرحله دوم؟ میرا بیم فرمایید. خب بیننده عزیز هستیم براخره به مرحله دوم و ما هم پشت میز هستیم که آشپزای عزیز ما اینجا قرار دارن و سبت ها در مروی شانست رقابت میگنن در مدت 30 دقیقه. آماده هستین؟ بله آماده. سبت شما هر چیز آماده هستش برای غذای اصلی. از حساب میکنیم از 5 تا 1 وقتی 1 میوخت شما شروع میشه وقتی میگیم استاپ تایم شما دیگه پوره از هر چیز در جاش میگیم 5 4 3 2 1 وقت شما شروع میشه. صندوق باز کردیم دیدیم که در بین صندوق گرده است، پیاز است و لیمو است. گلپی را میده کردم در دیگه انداختم، بعدا گرده را میده کردم در دیگه انداختم، بعدا آمدم از یه ترکاری بابه که استفاده میشد برش دست کردم اضافه کردم. و ما اصلا هیچ فکر نمیکردم که در بین سبد گرده باشه. شما دیدین که گرده، پیاز، لیمو همراه از اونا بود. ما ازش یک غذا تانستیم تیار کنیم تا قناعت داورا را به دست بیاریم. We'll be right back.
دیگه دیگه که ببینیم دوباره فالوور کنم بعد سوال دیگه هراز داشتم نه من کار کار بیشتر تمام نکنم و برنده نباشم حالا با امید خداوند برنده برنامه مشتم و برنده هم بشم حساب میکنیم 5 4 3 2 1 وقتتان تمام شد و اگر چیز فراموش شده باشه دیگه هیچ وقت نداره اصلا وقت نیست که بازوره تو با آماده هستیم بریم طرف میز داورا پس مهربانی بکنم حال بخش است که عزیز سی آشپزهای ما یکی شان روزای خدا پیشکش شد داورا در آغاز از آشپز اکبر جان خواهش میکنم که روزای خدا پیشکش شد داورا مهربانی کنم مهربانی بیشتر خود دارد بجان بازم خسته نباشی ماشاءالله خودت در فکرت در مفکوری در قلبت گرفته توانستی همزمان نانا به وقت لازمه که تعیین شده بود آماده ساختی چقدر خوب است که در پولی ازی همین از سبزیجات که ما استفاده میکنیم ایران تف بتیم یک لواب جور کنیم بالاش اضافه کنیم با تو میتونستی از یک چوبک استفاده کنی یا را داش داخل کنی فقط در مسکه کم ذره سرخش میکدی و ایره در آب جوش میدادی بالاش یک ساس استفاده میکردی و یک سالات بسیار خوب جور میکردی نمی یک جیمونی فقط برگ موندی ولی بازم برحال خوب است از نگاه پخت و پز بسیار آماده و خوب نه خام نه بسیار سوخته هر قدری که غذا روغنی میباشه امروز استقبال کمتر میشه در کاری دیگه با روغن آغشته نشه اینه خودت سعی میکنی یعنی به چشم سر میبینی که روغن آمده به طرف بادرنگ و گشنید اینا کار فعلی شما با کار قبلی شما بسیار زیاد تفاوت داشت و فعلا بسیار خوب کار کردیم از لحاظ سرعت کاریتون هم سپاسگزاری میکنیم خوب بود و یگانه خواهشی که داریم شما از روغن کمتر استفاده بکنین و یک سالاد منظم اگر درست میکردیم بهتر و خوبتر بود و حالا آشپز بعدی ما آشپز نجیب الله ببینیم که چی آماده کردن و غذای اصلی را که پیشکش دارن میره بابا چه خوب داره ایز از نگاه پخت و پز که بسیار عالی بخاطر به دلیل از اینکه اول گرده رو بسیار خوب پزیدی نه خام نه پخته اما گلپی رو بسیار کار خوب کردی که روغن پز نکردی آب پزش کردی به خاطر که هر دوتاش اگه با روغن سرخ میکردی باز او حسنی رو که حالی داشت نمیداشت و از مرچ دلمه بسیار به شکل خوبش استفاده کردی با گرده ای رو ترکیب شد تقریبا گرده بسیار خوب پخته شده اصلا هم خام بویکش و بوی خود گرده برتون بگم که کاملا از بین برده شده روغن کم استفاده کردیم و کار خوب کردیم سالاد در پهلوی غذا درست کردیم بسیار خوب و همچنان گلپی بسیار خوب پخته شده شکر زنده باشید آور سالاد را که جور کردی تو میتونی بالای سالاد حتما در هر جایی که باشی حتما امی کار کنی که دریزینگ و یک ساس آماده بسازی که آب لیمو روغن زیتون کم در یک مرچ سیاه گلپی را بسیار خوبش آماده ساخته بودی مرا خوشم آمد آفرین آشپز جاوید
ببینیم که اینا چی آماده کردن. در مرحله دوم در مدت 30 دقیقه تمرین می‌کنیم. آماده هستی که غذا پیشکش دوره کنیم؟ بله آماده. پس مهربانی می‌فرمایید غذا پیشکش. اشتیاق خوب دوباره عزیز. ویجیتیبل یا سبزیجات باید از جوش بتین. یک چیزی که در روغن سرشه در پولیزی باید یک چیز جوش داده باشه. گوام روغنی یام روغنی یام روغنی فکر کنم به ساعت مضر است. ولی به هر حال ذائقهش خوبش بود. خودت بسیار زحمت تا کشیدی، بسیار تشکر. اما میتونستی که امی گرده را به یک چوبک باریک میکشیدی و به امرای روغنت، چون همه امکانات من به خاطر چی تبصره نمیکنم مسکه یا همه روغنت، همه امکانات در این استادیوم سرخ موجود است و آماده شده است. این تو استادیوم فکر نکنم که در افغانستان موجود باشه. بله و شما این شانس پیدا کردین که هنرتان تبارز بتین و در تلویزیون جهانی آریانا ظاهر شوین. و ما توقع از شما چی را داریم که هنر آشپزیتان را به خرج بدین. بسیار تشکر. تشکر بسیار زیاد و دوباره اخیر ما شما میتونستین که می گلپی و می گرده را که پخته کردین از بس که زیاد در روغن سرخ کردین حتی گلپی بعض جایش بخی سیاه شده و رنگ نسواری به خود گرفته. خب موفق باشین. تشکر. نباشین. تشکر. تشکر از عرصه شما که در مرحله دوم رقابت کردین. با شما تشریف بردین در جایتان. انشالله باز بعدا نتیجه معلوم میشه بعد از تصمیم داوران. انشاءالله که برنده ما هستم. نه انشاءالله برنده ما هستم. ما هستم برنده. غذای خوب بود. امپیرا مال تو میدونیم صحیح چلند. امپیرا مالم شاید داورا چی فیصله میکنه. انشاءالله که برنده 100% خودم هستم. نه برنده مالم میشه. و کوشش هم میکنم بیشتر که برنده شم. توکل به خدا ببینیم که چی میشه دیگه. دادل نباز بچهش مالم نیست تا بارک کی اوت میشه. امکان داره ما اوت شاهم، امکان داره ای اوت شاهم، امکان داره او چیزی که دوارا فیصله کنه نگه. جایز و فیلن رقابت هست که یا تو برنده میشی یا ما برنده میشم یا برنده میشی یک کنم چیز نداره. من تا یک تجربه برای ما خوبش تجربه گرفتیم. مالم میشه دیگه فیره. غذاها متشابه بود. خب یک رنگ بود. ان ارسی ازا به حساب در روغن سرخ کرده بودنشان هنر آشپزیشان ضعیف بود. هنر آشپزیشان ضعیف بود. یعنی غذاهان کلش نباید در روغن سرخ میشد. میتونستن که سبزیجات جوز بتن. در قسمت سالاد بسیار نقص نواخذ داشتن. یکی از یک سالاتی که من کلش یک سالاتی هم بیجور کنم میدنم بغلکش بانم یک دو قاشق نمیدنم. باز نجیب بهتر بود. بله خوب خوب بود. نجیب هم خوب بود. مکس کرد بعضی چیزا رو میده کرده بود. نجیب خوب بود. دیگه جاوید سوختانده بود بخی. از پیش سوخت بود. سوختانده بود. پیاز بخی مکمل سوختانده بود. روغن زیاد بود. و اکبر جان او بخی روغن با سالات آمیخته بود. بله بله کارهای کنا کردن همه گیش یادداشت کردیم که اکبر جان البته وقت غذا پخته بود نمکی بود مسئله‌اش زیاد شده بود از پیش و نجیب جان همچنان دکوریشن بشقاب و همچنان سلیقه بشقاب برتون بگم که زیاد خوب نبود و همچنان غذایش خوب بود مزه‌دار بود و کار جای جان همچنان عرصه از یه آشپز تقریبا یک رقم کار کرده بودن اما گلپی و گردر تقریبا یک قسم پخته کرده بودن که میتونستن که به انواع مختلفش البته خودشان هم به زبان خود گفت ما میتونم حتی 15 رقم بپذیم. خب میتونستن که کمک تغییرات بیارم. بس قضاوت میکنیم ولی ما نقصایشان نگفتیم که کلشان نقصه باشه. پس آماده هستیم که ما سی آشپز خود دعوت کنیم داخل استودیو. آشپز از میربانی بفرمایید داخل استودیو بسر شوید. تشکر باشین. خوش آمدین. تشکر مرحله دو با خسپری که روان است دارم مرحله سه یکی از مرحله دو خداحافظی میکنه و میره را پیدا میکنه مرحله سه و 20 هزار افغانی از آن خود نمیسوزه او غذای زیادی سبب است. بله دوباره عزیز اعلان کنیم نتیجه برنامه را. بله
در جی برنامه اعلام میکنیم آرزو میکنم که ناکامش آرزو نشه. متاسفم نجیب جان، جا به جا خودت از برنامه حذف شدی و نتونستی راه پیدا کنی مرحله اخیر، مرحله سوم برنامه ناکام. آرزو میکنم که آزاده نباشی. روند برنامه طور است که ما 4 ناکام داشته باشیم، یک 3 ناکام داشته باشیم و 1 کامیاب داشته باشیم. روند برنامه طور است، از نامش واضح است که ناکام است نام برنامه. مشکل نیست، برای ما یک تجربه شد. تجربه گرفتیم از این برنامه. خب اگر این اشتراک مهم بود که یک تجربه برای ما شد، برای مونده اگر کنون جایم تا کنون برنامه می باشه، برای ما این یک فن شده، یک تجربه شده برای ما. هیچ کدام مایوس نشده ما. محترم تشکر. زیادت بدا میتونم. خدا. خب بیننده از مرحله دوم به پایان رسید. حالا میریم طرف مرحله سوم، مرحله اخیر برنامه ناکام. 20 دقیقه وقت دارم در این مرحله، یا میتونم یک شیرینی بخورم، سالاد میوه‌ای آمادم است و ظرف 20 دقیقه فقط 20 دقیقه. آرزوم که اینا در این مرحله هم بتونن از وقت استفاده کنن و هر چیزی خودم زود آماده کنم. آماده هستیم بریم به طرف میزا و 20 دقیقه وقت سپری کنیم، یک نوع شیرینی بخورم. آماده هستیم. مهربانی بفرمایید. نجا خوب بیننده عزیز، رسیم مرحله اخیر. مرحله اخیر 20 دقیقه وقت داره و 20 دقیقه وقت های شیرینی آماده از او وقت که اضافه برشون داده نمیشه. حضور که اینا پیش از 20 دقیقه برو شیرینی ها پرامون رفت. آماده هستیم؟ بله آماده هستیم. چیزی که در صندوق هست همش استفاده میده، ولی باید وقت هم از نظر بگیریم که کارتان رو تیست کنیم. انشاءالله حساب میکنیم. 5، 4، 3، 2، 1 وقت شما شروع شد. این بار در سبت و هم و کشمش و شیرنیگک و کشته برامد من میخواستم که از این چی جور کنم. در سبت شیرنیگک، هم، کشمش و کشته برامده بود. حیران مانده بودم چی کنم.
حریف هم بسیار تپ و تلاش داشت. ببینیم تو برنده میشه یا ما دیگه. بازم برنده ما هستم. پورا میشه فقط 5 ثانیه داره حساب بگیریم 5 4 3 2 1 وقتتون تمام شد و حال دیگه وقت نیست که آشپزای ما کار کنن یا چیزشان فراموش بشه بس آماده هستین که بریم طرف میز داورا بله میربانی آماده خوب بیننده عزیز مرحله سوم به پایان رسید و 20 دقیقه وقت هم سپری کرد حال نوبت داوره هست که داوره ما چی قضاوت از نجیب جان خوش میگیم شینوا پر کامورت ساختم تشکر میره با این نجیب جان چه خوب داره است. خب سرعت کاریتون لحظه به لحظه خوبتر میشه. ما امیدوار هستیم که در آشپز بسیار تیزکار باشین از مواد هایی که در داخل سبد بود مکمل استفاده شده از ذائقهش فهمیده میشه و طرز تهیه فروت سالاد و یا می چیز فرنی میوه‌ای را که رقم شما بر ما گفتین ما امیدوار هستم که اگر ما اشتباه نکنیم اگر میوه را شما با شیر جوش نتین کار خوبتر میشه به خاطر ازی که بسیار میشوره خراب میشه و میوه را چی سخت بود؟ کشتر خب کشتر شما میتونید که به انواع دیگه استفاده کنید توتا توتا بکنید و در توتش کردیم کم جوش دادیم بشه زیاد نیدی سیار کم جوش خب بشه میتونید که باز جای دیکوریشن همون توتا توتا بکنید با کشمش و سایر میوجات و سبزیجات که البته در آشپزخانه موجود است شما استفاده بکنید وقتی که در مسابقه میایین کوشش بکنید که از همه امکانات از آشپزخانه شما استفاده بکنید آشپزخانه است که بسیار مجهز هیچ چیز کمبود نیست شما میتونید که بسیار خوب با استفاده عمیق بکنید و ما امیدوار هستم که امی فرنی میوه‌ای را در آینده قسم که جور کردین دیگه تکرار نکنید به خاطر اینکه مزهش کاملا خوب نیست چرا چهار مغزه را نشکستندی به خاطر دیزاین شما تو زنده زنده ماندیم کم معلوم شوه یعنی اگه خودت از دیگه محتویات استادیوم که همه چیز در اختیارت بود استفاده میکردی محتویاتش استفاده کردیم از بسیار میوه از شفتالو سیب کیله انگور از این چیزی که بود از تمامش استفاده کردیم من متوجه بودم که شیر جوش میخورد و اما بالاش اضافه کردیم انشاءالله ما غلط نکردیم نه خیرم متوجه یعنی اما کیله اضافه نمیشه در شیر چرا؟ هم ذائقه جداگانه داره کیله جدا و شیر جدا خب دی کیله نبود ولی آمده گفت میدنم که اما کیله اونا نرم هستن بله. اگر در شیر اضافهش کنی خدا از دست میته کشتره خرد خرد ایزه میکده بسیار خوب است و یک نقصه دیگه که شیرنگک بود شما شیرنگک که میتونستین میکوبیدین میده میکدین فقط بالایش پاش میدارین بله. ایرام ای کارم نکنید امال شیرنگک گم است چون بورام انداختی شیرنگک کامو نختین گم شده ولی به هر حال بسیار خوب بود هافرنتون استرس داشتین از احساس دل کار کنین ان شاء الله شما موفق میشید تشکر دارم تشکر بسیار زیاد و آشپز نجیب شما نظر دوباره رو گرفتین بله و بعض نظریاتم بر شما دادن از اون متوجه باشین بله یا گرفتین چیزی که نقطه نواقصه بود ان شاء الله در آینده تکرار نخواهد شد آشپز بعدی ما آشپز محمد اکبر
ببینیم چی آمون است. بفرمایید میربانی. İşte خوب داره عزیز. بسیار امروز برات یک روز دشوار بود، اما توأم با فراگیری تجربه های آنچنانی از دو آشپز طلایی تلویزیون جهانی آریانا. زحمتت قابل قدر است، خوشمزه است. بسیار تشکر. شما کوشش کنید که از این میوه ها و امکانات که در اختیارتون گذاشته شده بود خوب استفاده بکنید. میتونستین که ام بود، شیرنگک بود و کشمش، شیر، همه وسایل دیگه اینجا است و سبزیجات، میوه‌جات بسیار زیاد اینجا در خدمت شما قرار داده شده. شما میتونستین فقط نفر یک گلاس جوس بسیار مزه‌دار درست میکردین، میاردین با میوه های خشک و میوه های تازه. نیاز به درست کردن از این فیرنی و یا شیر برنج که درست کردین نبود. هر قدر که بشقاب کمتر وزنش بود، تزیین خوبتر شوه، او نمبر خوب داره و حتما که مزیش هم خوب شد. اکبر جان، بازم مانده نباشی از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه که در اخیر رسیده، خودت هم مشاهده میکردیم که با بسیار شوق و اشتیاق و با بسیار ذهن آرام کار میکردیم. ما همیشه تقدیر میکنیم، ولی وظیفه ماست که باید از نقد کنیم. انار نمیخوانه مثال ایره فینی واره جور کردین، انار که دزی نمیخوانه. خوب کسی که خوش داشته باشه میتونه اضافه کنه، من نمیگم که یعنی بیخی نمیره، ولی دهی قسم میوه که مثال هم باشه که لب شما مثال از سایر موادایی که در صندوق بود اضافه کردین، شینگک و کشته و هم و کشمش، دو نمیره. چرا؟ ذائقهش خراب میسازه. و یکی دوم دیگه می چاکلیت سیروپ یا چاکلیت نسواری به خاطر دیکور بشقاب یا زیبایش میشه افزود شود لباش، ولی در بالایش نمیشه که یک ذائقه دیگه ای را خراب میسازن. در بالای فرنی فکر کنم غلط هستم. خدا کنه که خواسته نشه باشه. تشکر از عرصه دوره من نظر ششونین. تشکر از شما هر دو آشپزای نازنینم که در مرحله سوم رقابت کردین. به حال شما تشریف بردین جایتون، بعدن تصمیم میگیرید دوباره نظر باشه. ای بار برندم دوستی. نه بار مت گپا خراب. یا ماستم. معلوم نیست دیگه. نه مو دوستی ما وای میتم. مرا دیگه بس مونده شد. ان شاء الله که برندم ماستم. خب نه ماستم پای دیگه گپ نجی. تمام غذایی را که اینا آماده ساختن غذایشون خوب بود، ولی زیادتر یک رنگ جور کرده بودن، یا یک نقص بسیار کلان. ولی خوب در اول ما بسیار تشویقشان کردم به خاطر اینکه سوپای را که آماده ساخته بودن از ویجیتیبل و سبزیجات بود، بسیار مزه‌دار بود. ولی چیزی که در صندوق بود از او بعضشان کم استفاده کرده بود، بعضشان زیاد استفاده کرده بود. یک نظر سنجی میکنیم باز. خب دوباره عزیز، بالاخره تصمیم گرفتین که غذای کدام آشپز عزیز ثبت می و شیرین بابش که از برنامه حذف میشه؟ بله، ما تصمیم خود گرفتیم و به نتیجه نهایی رسیدیم. خیلی آماده هستین که آشپزا رو بکنید؟ بله آماده هستیم. آشپزای عزیز مهربانی داخل استودیو بسرخ شد. خوش آمدین عزیزا. تشکر دوندار. مرحله اخیر است، مرحله سرنوشت و دارام خیلی جدید اعتراضای بسیار زیاد سر شما بود، مخصوص در مرحله اخیر شیرینی باب را شما برای سوید. بله هم. اصلا راضی نیستن داورای ما بود، البته معلوم میشن چون چیز توقعی که از شما داشتیم چیز به شما فکر میکنم آمدن اصلا. و حال وحش است که ما نتیجه را اعلام کنیم، کسی که از برنامه ناکام میشه و کسی که کامیاب میشه و بیست هزار پول ارزان کنیم. شکر. شیرینی زیزی ثبت است، داورای ما تصمیم گرفتن. شما آماده هستیم بخیر که نتیجه اعلام کنیم؟ بله هم. آماده هستیم؟ بله. پس نتیجه برنامه را اعلام میکنیم، ببینیم که کی از برنامه حذف شده. صحیح است؟ بله هم. خب متاسفانه محمد اکبر جان، خودت از برنامه حذف شدی و نتونستی 20000 افغانی از آن خود بسازی، خودت ناکام شدی.
از چیز دلایل داری میتونی با داورا یه دلایل نداریم جان بذاری بعد اگه تو من خاط بشنا داری با اینکه خودت چرا هست داورا مرد میگه از مرحله اول تا مرحله اکبر جان اگر کلام گفتنی بالای قضاوت ما داری آزادانه صحبت بکن. تشکر از خود که در برنامه شروع کردی خود از برنامه ناکام شید. تشکر از اشتراک در برنامه وقت خوش خدا آمد. خب این دازی بود برنامه ناکامی هفته که تقدیم شما کنیم و تبریک میگیم بر نجیب جان که 20 هزار پوند از آن خواست. تشکر بر تبریک باشه. موفق باشی. تشکر از تلویزیون زندگی. آریانا که همچون برنامه رقابتی را برای انداخت ما از تلویزیون آریانا بسیار خوش هستیم که این برنامه بسیار برای ما جالب بود. از دگاش پدام خواهش میکنم که در این برنامه اشتراک کنند. خب این دازی تشکر میکنم داخل از سه داور بسیار با استعداد برنامه ما که همیشه با ما هستن و غذای آشپزای ما را بر نظر میگیرن و مراعات میکنن. از داور صفی الله اسدی آشپز لوی افغانستان، از آقای عباس جانگیر انجینیر یک از کمپانی‌های خصوصی، از آقای نجیب الله خرمی آشپز لوی افغانستان که داور بندوان تشکر کامل این برنامه ما و تشکر از خودتان بازم تبریک باشه. داور ما دیگه باشه میدارد ما باش تبریک میگیم با امید موفقیت های هرچی بیشتر. تشکر گنده باشه. انشاءالله کوشش کنه که بیشتر بدرخشه و بیشتر سرازی و اونر بسیار بالا کار کنه. تشکر گنده باشه. تشکر تشکر بیندازی بود برنامه ای هفته ما که تقدیم شما کردی و نجیب الله جان 20 هزار افغانی از برنامه ناکام از آن خود ساخت تا اینک باز به خدمت تازه میشیم. همتون بلا یک تا یک گونه میسپارم و روز شب روز همتون به خوبی بشه. برنامه های بعدی تویزنی آنها فراموش کنیم. الله یار منگار همتون مار دادایی کنیم خدا آفیستان.